روز دوشنبه نمایندگان عضو کمیسیون نظارت ویژه در مجلس شورای اسلامی در سومین گزارش خود ضمن انتقاد از روند اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط دولت نسبت به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی اعتراض کردند. به گزارش تارنمای خبر آنلاین که برخی آن را نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌دانند، در صحن علنی مجلس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 توسط دولت گزارش داد که تنها 13.5% شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و الباقی آنها به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده است. بر اساس قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت باید کوچکسازی بدنه خود را در دستور کار قرار دهد و از تصدیگری خود بکاهد و مسئولیتهایش را به بخش خصوصی واگذار کند. در همین حال دولت بدون اعتنا به شرایط اجرایی قانون اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و تنها در جهت دور زدن قوانین مصوب و عدم مغایرت با قانون اساسی، شرکت‌های دولتی را به شرکت‌های شبه دولتی واگذار کرده است. بر طبق تعاریف شرکت‌های شبه دولتی آن دست از شرکت‌هایی هستند که در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می‌شوند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند. همچنین کمیسیون ویژه نظارت در ادامه گزارش خود که توسط هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد اعلام کرده است که بیش از 6/7 واگذاری‌های اصل 44 از سوی دولت تقلبی بوده که نیمی از آن مربوط به واگذاری شرکت مخابرات به زیرمجموعه سپاه پاسداران است. مهر ماه سال گذشته کنسرسیوم اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران در بزرگترین معامله بورس کشور 51% یعنی حدود 8 میلیارد دلار سهام شرکت مخابرات ایران را خریداری نمود. هرچند که این اقدام در راستای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی بر اساس دستور رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت، اما به اعتقاد کارشناسان حمایت مستقیم سپاه پاسداران از شرکت اعتماد مبین سبب شد که در پس پرده تخلفی بزرگ صورت بگیرد و حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی کلان شایبه این تخلفات را بیشتر کرد. این در حالی بود که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته قالب فعالیت‌های اقتصادی خود را از ساخت راه و سدسازی که از سال‌های بعد از جنگ 8 ساله با عراق آغاز کرده بود به حوزه نفت و گاز گسترش داد و پروژه‌های بسیاری را با کمک دولت و حامیانش در این بخش در اختیار گرفت. از سوی دیگر پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از هفته پیش تا کنون دولت درآمد زیادی را از آزادسازی قیمت‌ها به دست آورده است که این خود نشانگر افزایش قیمت‌ها با شیب تندتری خواهد بود که فشار بیشتری را به اقشار مختلف وارد می‌آورد. همچنین بیشتر کارشناسان اقتصادی و ناظران مستقل از تبعات تورمی حاصل از اجرای این طرح نگران هستند و معتقدند هرچه درآمد دولت از این بخش با سرعت بیشتری حاصل شود، اثرات تورمی آن بیشتر خواهد بود. با وجود آنکه برخی کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند که اجرای پرداخت یارانه نقدی به مردم تنها در چند ماه آتی اتفاق می‌افتد و این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های غیر کارشناسی دولت به بایگانی سپرده می‌شود، اما آنچه که از این میان برمی‌آید اظهارات متناقض برخی مسئولان است که سبب می‌شود نوعی بی‌اعتمادی در جامعه به دولت شکل بگیرد. محمود احمدی نژاد رئیس دولت مستقر بارها در سخنان خود در رسانه‌ها گفته است که اجرای این طرح برای همیشه صورت می‌گیرد و حتی احتمال افزایش مبلغ واریزی نقدی نیز وجود دارد. اما از دیگر سو روز یکشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی از برنامه دولت برای ارائه سهام به جای یارانه نقدی خبر داد. وی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود با توجه به اینکه در یک هفته اخیر مردم زیاد توجهی به یارانه نقدی نداشتند و زندگی عادی آنها در جریان بود، تصمیم داریم از این یارانه ها در قالب ارائه سهام به مردم استفاده کنیم تا منفعت بیشتری به آنان برسد.
به هر روی با وجود آنکه قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به صراحت دولت را موظف کرده تا نسبت به اجرای خصوصی سازی گام بردارد، اما این امر از 5 سال پیش که به دستور رهبری نظام برای اجرا آغاز شده تنها به شکل مورد علاقه دولت احمدی نژاد صورت گرفته و شاید به همین دلیل است که در این ایام همواره خبر جایگزینی شرکت‌های شبه دولتی به جای شرکت‌های دولتی و ورشکستگی شرکت‌های خصوصی را می‌شنویم و در حالی که بسترسازی لازم برای رقابتی کردن اقتصاد به وجود نیامده، دولت مستقر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در پی گرفته است و در این شرایط معلوم نیست چه نهادی باید پاسخگوی این وضعیت باشد، وضعیتی که نوعی سردرگمی و به هم ریزی و ناکارآمدی اقتصادی را در ایران دامن زده و سرانجام آنچه جراحی اقتصادی نامیده شده بر هیچ کس معلوم نیست. امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.